خجسته میلاد فروغ جاویدان انقلاب و رهایی، فریاد خروشان و آتش فروزان بر ضد ارتجاع در عصر جهل و بردگی، سرچشمه شکوفایی و فزونی و بالندگی، برترین الگوی تاریخی زن یکتاپرست انقلابی. و سلام علی سیدت نساء العالمین، سلام بر سرور و سرمشق درخشان زنان جهانیان، صدیقه کبیر، آموزگار و مظهر بی همتای صدق و راستی. میگویند پسری داشت پیغمبر که 17 ماه فوت کرد به نام ابراهیم، خیلی دوستش داشت. وقتی اون رو میذاشت توی قبر، انقدر گریست که دوروریا ترسیدن. بعد میگفتن که ابتر است. ابتر یعنی دنبوریده، بی دنباله، بی آینده. اما اگر سوره کوثر را خوانده باشید، در آنجا گفته که انا اعتینا کل کوثر فصل لربک وانهر ان شانئک هو الابتر. ما به تو کوثر رو دادیم. کوثر یعنی سرچشمه فزایندگی و زایندگی و رشد و بالندگی. ان شانئک، بدخواهان و ازدادانت ابترن، بی دنبالن، بی آیندن. فصل لربک وانهر، پس نماز بگذار و فدیه بده، قربانی کن. این کوثر که بود؟ گفت به تو کوثر رو دادیم. کوثر کی بود؟ فاطمه. و گاهی که به یکی از آنان مژده و خبر داده شود صاحب دختری شده است، صورتش از فرط خشم و ناراحتی سیاه می شود. از بدی آنچه بدان مژده داده شده از قوم رو پنهان می کند و بران است که آیا آن دختر نوزاد را با توسری و زبونی نگه دارد یا در خاک فرو کند. همانا آنچه حکم و به آن عمل می کنند تا کجا زشت و نکوهیده است. یادآوری صدیقه کبراست. سرچشمه و سرچشمه صدق و طهارت و به همین خاطر فزایندگی و شکوفایی و پیشرفت و ترقی. بعد از رحلت پیامبر بیش از 3 ماه رو طاقت نیاورد و به او پیوست. در یک کارزار بسیار بغرنج، بسیار پیچیده، پر از فتنه، در دفاع از حق که در مقام علی متجلی بود، همان که در شعب ابی طالب است، در سخت‌ترین شرایط محاصره و بی‌غذایی و گرما و حمله حشرات، در عین خردسالی برای پدر هم نقش مادر رو بر عهده گرفت. و به همین خاطر، به خاطر اینکه سرپرستی پیامبر خدا رو دخترش فاطمه به عهده گرفته بود، به او لقب ام ابیها، مادر پدرش، ام ابیها دادند، که از ظرفیت بیکران در شرایط تلخ و دردناک
محاصره همه جانبه خبر میداد. محاصره‌ای که دلیران و قهرمانان و پاکبازانی مثل حضرت علی گاه اون رو میشکافتند برای اینکه اندکی ارزاق برای سد جوع، برای نمردن از گرسنگی به دست بیاورند. امروز هم انگار که اقتالا میخواهد شمه ای از همون رو، قطره ای از دریا رو، از دریای صدق و طهارت صدیقه کبیر رو به مجاهدین بنمایاند. و تازه بعد هم که روزگار محاصره ضد بشری تمام شد و چشماندازی باز شد، هجرتی بزرگ در پیش داشتند و بعد جنگ‌های پیامبر یکی پس از دیگری. حضرت فاطمه میباید در حالی که 40 روز بود که امام حسن رو به دنیا آورده بود، به جبهه احد میشتافت برای جنگ و بعد هم جنگ‌های بعدی و بعدی. وقتی که از مقام محمود صدق صحبت می‌کنیم، ردیف کردن واژه‌ها نیست. خیلی قبل از ما بزرگ مادر آرمانی ما صدیقه کبرا، سفید سفید و عاری از هر تناقض و آلودگی، اون رو متجلی کرده. مرتجعین زمان، نیروهای سرکوبگر دوران دست گرفتند که اجاقش کور است و پسری ندارد. در اینجا دیگر خدا خندید و گفت انا اتینا کل کوثر، سرچشمه فزونی و فزایندگی و رشد و تعالی رو به تو عطا کردیم، پس نماز بگذار، نیایش کن، منهر و قربانی کن، قیمتش رو بده. در این صورت شک نکن که بدخواه تو و دشمن تو بی دنباله و بی آینده است و پیروز خواهی شد. خدایا حتما که روان پاک و پاکیزه همرزم و همشأن عقیدتی علی صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام در اینجا در کنار علی حاضر و ناظر است، سرچشمه فزایندگی و کوثر جوشان محمدی هموست، پس بر فاطمه زهرا هزار سلام. ای بزرگ زن عالم، تو رو به حق پدرت و همسرت و جگرگوشهات حسن و حسین و زینب، ما رو در کنف حمایت خودت بگیر. و همچنین این مریم مسئول اول سازمان ما رو از الطاف خاصی خودت برخوردار کن تا هوادار و رهرو و پیرو شایسته‌ای برای تو باشد. یا فاطمه، رو در روی اخوندهای ضد بشر، پیروان تو و مجاهدان راه تو با تمسک به تو اسلام رحمت و رهایی را از مرام ارتجاع و دجالگری باز شناختند و با رودی از خون بین آنها مرزبندی کردند. شیرزنان رزمنده ارتش رهایی با الهام
از هدایت و صلابت تو بر ستم ارتجاعی شوریدند. مریم رجبی، نوروز 1380. خدایا بر فاطمه آن عشق پیامبرت درود فرست، درود و تحیتی که بر مقام و منزلت او نزد تو بیفزاید و در پرتو او خیر و رحمت و بخشایشت را نصیب ما گرداند. بار خدایا ما با تمسک به اون فروغ جاودان محمدی نزد تو به نیاز آمدیم که رزمندگان آزادی ایران زمین این شیرزنان و کوه مردان مجاهد را در کنف حمایت خودت و عنایت فاطمه زهرا قرار دهی. پرتوی از صلابت و رزماوری او را نصیب ما و آنان کنی. ای فاطمه، مجاهدین را که با پرتو عاشورای حسین تو سالک رزم و فدا و پرچمدار رهایی خلق در زنجیرشون شدند، نصرت و پیروزی عطا کن. ای صدیقه کبرا، در زمانه تو که زنان فاقد هر گونه حقوق انسانی بودند، پیامبر عظیم الشأن اسلام با معرفی تو در بلند مرتبه ترین جایگاه عقیدتی، شاخص انقلاب عظیم خودش رو که برابری و رهایی زن و مرد هم بخشی از اون بود عرضه کرد. ولی ای دختر پیامبر، در ایران اسیر آخوندهای زنستیز و دین فروش بالاترین جنایت ها رو در حق زنان مرتکب شدند و میشند. دختران معصوم ما رو قربانی شومترین ولیات خودشون کردند، چرا که در منطق ضد انسانی اونها زن جز وسیله و ابزاری به حساب نمیاد. به راستی که ننگ بر اونها که تا کجا ضد اسلام محمدی و دور از ارزش‌های تو و پدر بزرگوارت و خاندان عصمت و طهارت تو هستند. ولی ای فاطمه، رو در روی آخوندهای ضد بشر، پیروان تو و مجاهدان راه تو، با تمسک به تو اسلام رحمت و رهایی رو از مرام ارتجاع و دجالگری باز شناختند و با رودی از خون بین اونها مرزبندی کردند. شیرزنان رزمنده ارتش رهایی هم با الهام از هدایت و صلابت تو بر ستم ارتجاعی شوریدند و سال هاست که تونستن پیشتاز رهایی نسلی از زنان و مردان هم میهن خودشون بشند. ای فاطمه، ای ملاک و شاخص حق و حقیقت، شهادت میدم که مصیبت تو بسا بزرگ و مجاهدت تو بسا صعب و زمانه تو آغشته به فتنه های دشوار بود. پس ای زبان سرخ و ای کلام آتشینه فاطمی و علوی، شاهد باش و شاهد هستی که امروز در ایران زمین آل خمینی، این شقیترین دشمنان تو و خاندان اطرت و طهارت تو و این پلیدترین قاسبان حق حاکمیت مردم ایران و تجاوزگران به همه حقوق مردم و هلاک کنندگان هر سو نسل، میهن ما رو و مردم میهن ما رو در زیر انواع ستمها و سرکوبها و تجاوزات مستضعف کردند و از دسترسی
به رهبری حقشون محروم ساختند. ای فاطمه، این شقاوت پیشگان 120 هزار تن از رشیدترین مجاهدان و پیکارگران آزادی رو به شهادت رسوندند و جان و مال و نوامیس مجاهدین رو و مجاهدین راه و آرمان تو رو مباه کردند، اون هم با گرفتن فتوا از امام دجالشون. اما این بار زمانه بسا با زمانه تو و حسین تو متفاوته. مجاهدان تو برانند تا بساط ظلم و ستم سفیانی رو از بیخ و بن برکنند و براندازند. ای فاطمه و ای صاحب خونهای انتقام گرفته ناشده، مجاهدان و رزماوران آزادی برای احقاق حقوق پایمال شده مردم ایران و به پیروی از تو و فرزندان تو علیه آخوندهای حاکم، این شقیترین دجالان و بدترین دشمنان خدا و خلق خدا قیام کردند. از خدا میخواییم به واسطه تو اونها رو قرین فتح و پیروزی بگردونه و عید واقعی و نوروز پیروزی و آزادی مردم ایران رو محقق کنه. امروز آخوندها همان دنباله های یزید و معاویه در دشمنی با زنان ایرانند و برای مهار این نیروی تغییر و انقلاب به هر گونه سنگدلی و بیرحمی رو می آورند. اما همین زنجیرها عزم مقاومت و شورش را در میلیون ها زن ایرانی بالا و بالاتر می برد. مریم رجبی، 17 مرداد 1401. امروز آخوندها همون دنباله های یزید و معاویه در دشمنی با زنان ایرانند و برای مهار این نیروی تغییر و انقلاب به هر گونه سنگ دلی و بیرحمی رو می آورند. سرکوب بر سر حجاب و بدحجابی را جزء ثابت زندگی زنان در ایران کرده اند. ده ها نهاد را برای تهاجم به زنان سازمان داده اند. رکود اقتصادی، کرونا، سیاست تحمیل گرانی و گرسنگی، بیشتر از همه به زنان در جامعه ایران آسیب زده است. فقر بیداد می کند و زنان تهی دستی هستند که نوزادان خود را گاه به بهای 800 هزار تومان به فروش می رسانند. بله، این است زندگی زن ایرانی که از همه سو به اسارت کشیده شده، با زنجیر فقر، با زنجیر سرکوب، با زنجیر تبعیض و تحقیر. اما همین زنجیرها عزم مقاومت و شورش را در میلیون‌ها زن ایرانی بالا و بالاتر می‌برد. الگویی که زینب کبری در مقابله با بزرگترین امپراتوری زمان خلق کرد، پیوسته فرا می‌خواند و الهام بخش است که سلطه اختناق را می توان شکست، هیبت پوشالی دیکتاتورها را می توان در هم پیچید و شب تیره را می توان مغلوب صبح آزادی کرد.
وقتی که زن ستیزی آخوندها را نشانه می روی، قلب ایدئولوژی آنها را نشانه رفته ای. امر برابری در درون جنبش ما نویدهای الهام بخشی برای جامعه ایران، به خصوص برای زنان و جوانان است. وقتی که جنسیت گرایی را هدف قرار می دهید، دارید سنگ بنای ولایت فقیه را در هم می شکنید. وقتی که زن ستیزی آخوندها را نشانه می روید، قلب ایدئولوژی آنها را نشانه رفته اید. در این صورت دیگر نه فقه و شریعت آخوندی، نه قوانین و نه فرهنگ ارتجای آنها تکیه‌گاهی پیدا نمی کند. این توضیح روشن کننده این امر است که چرا آخوندها بی وقفه گسترده و با دجالیت تمام مجاهدین را هدف قرار می دهند. نخستین جرم مجاهدین از نظر آنها تعهد بی امانشان برای تغییر رژیم در ایران است. اما علاوه بر این، در شریعت آخوندها مجاهدین و مقاومت ایران گناه کبیره مرتکب شده اند، زیرا این مقاومت معتقد است که زن ایرانی شایستگی آن را دارد و باید سکان رهبری را در ایران دموکراتیک فردا به دست گیرد. در شریعت رژیم ملاها مجاهدین گناه کبیره مرتکب شدند، زیرا که برعکس فرهنگ ارتجایی ملاها معتقدند که مردان در ذات انسانیشان مصلوب الاراده و برده غرایز نیستند و برتری طلبی و خشونت مرد بر زن که در فقه و شریعت آخوندها محترم شمرده شده ربطی به اسلام ندارد. به خاطر همین گناهان نابخشودنی است که آخوندها با خشم و کین بی انتها به مجاهدین اتهام می‌زنند و آنها را فرقه می‌نامند و سرکوب می‌کنند و از سالها پیش آنها را هدف یک شیطانسازی و پخش اطلاعات دروغ قرار داده‌اند. زیرا این جنبشی است که به کلی با ایدئولوژی و رفتار رژیم دیکتاتوری مذهبی سر ستیز دارد و به پا خواسته است تا کاخ ستم را واژگون سازد. Canal Sol.